مایک مولان لوی درسی زرتش امریکا با انتقاد تند از حکومت پاکستان مبنی بر حمایت این کشور از شبکه حقانی و دیگر گروه های تروریستی گفته است اگر پاکستان به پشتیبانی خود از این شبکه ادامه دهد دست به اقدامات جدی خواهند زد. با این حال برخی آگاهان میگویند با توجه به گفته های آقای مولان و سیاست های دوگانه پاکستان این بار امریکا در برابر اسلام آباد به عمل تلافی جویانه دست خواهد زد. حالا که بعد از حادثه چهارراهی عبدالله که راکتی مخالفین به سفارت امریکا خورده، شما میدانید که سفارت حریم خاک است. می اختار امریکا را خیلی جدی میدانم. اگر پاکستان در تغییر سیاست ها خوب دفاع از تروریسم تغییر وارد نکنه، امریکا بدون قید و شرط در اول هوایی و بعدا زمینی عمل خواهد. ایالات متحده امریکا باید بفهمه که این جنگ سال هاست که از بعد به وجود پاکستان برای افغانستان این جنگ ادامه یافته و خود امریکا هم گاهی در قدیم در سابق در جنگ سرد امرای پاکستان در این جنگ دخیل بوده. بر امریکا باید تعجب آور نباشه این جنگ. با پشتیبانی سازمان جاسوسی پاکستان شبکه یقانی حمله بر پایگاه نظامی ما را در میدان وردن و حمله بر سفارت ما در کابل را برنامه ریزی و عملی ساخت. و همچنین اطلاعات استخباراتی معتبر در اختیار داریم که آنها در رقم حمله بر هتل کانتینتال کابل و دیگر حملات کوچک و مؤثر قرار داشتند. از سوی هم هنا ربانی وزیر خارجه پاکستان با آنکه حمایت کشورش را از شبکه حقانی و گروه های دیگر تروریستی رد می کند هشدار داده است مطرح کردن چنین اتهامات بر وضعیت کنونی کشورش کمک نخواهد کرد و حتی تصمیم حکومت پاکستان در امر مبارزه علیه تروریسم را در منطقه و جهان به ناکامی مواجه خواهد ساخت. مطرح کردن چنین اتهامات بر وضعیت کشور ما کمک نمی کند. ما من حیث متحد امریکا آرزو داشتیم که این گونه اظهارات بی اساس بدون شواهد جدی به ما نباید وارد می شد، زیرا چنین اظهارات اهداف ما را برای مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان صدمه زده و از آن هراس داریم که در نهایت بازنده نشویم. پیش از این نیز حکومت افغانستان بارها از جامعه بین المللی خواسته بود تا مراکز و پایگاه های اصلی توریسم را که در آن سوی مرز کشور قرار دارد آماج قرار دهد، اما به این موضوع کمتر توجه شده بود.